Rai from Iran and Oliver Kruger from Denmark. Also please prefer Axel Makmuda from Kyrgyzstan versus Zoltan Levi from Hungary. خب دوستان و همراهان همیشه یک کانال حسین نظری MMA، درود بر شما. از شهر ورشا پایتخت لهستان در خدمت شما عزیزان هستم. تورنمنت بین المللی پیت لازیسکی لهستان دلاور مرد شیرازی کشورمون وزن 77 کیلوگرم محمد علی گرایی با دوانده قرمز در مقابل کشتیگیر از دانمارک اولیور قرار گرفته. کشتیگیر دانمارک با دوانده آبی در همین ابتدای کار یه لحظه اومد یه پیچوشک نشون بده کشتیگیر ما گرایی، ولی هوشیار بود کشتیگیر دانمارک، یه لحظه عادلش رو به هم زد و ببینیم. بله کشتیگیر ما بود توی که از تشک خارج شد، یک امتیاز از دست داد. هنوز همچنان به روی زانوی راستش که آسیب دیده بود بانداج رو داره، امیدواریم که مسئولیتش هرچه زودتر به پایان برسه و خودش رو برای کشتی‌های جهانی آماده کنه. دو ماه دیگه، حدود دو ماه دیگه کمتر از دو ماه دیگه کشتی‌های جهانی هست. دستی دستو گرو گرفته، دستای کشتیگیر ما بهتر داره کار میکنه. ببینیم این دستو اومد کشید، یه لحظه پیچ تک خودش به پر رفت، باید مراقب باشه. چهار تا از دست داد، حالا رو کرد کشتیگیر ما. ببینیم بچه کشتی چهار بر دو میشه، دو تا دادن به گرایی. میره برای سالتو یا نه، میره برای لیفت جو که نشون میده. بله لیفت میکنه، حالا هنوز نتونسته کامل لیفت کنه، میتابونه خودش دوباره رو پل گیر کرد. ببینیم هر دو کشتیگیر از تشک خارج شدن، امتیازی ندادن. درسته هر دو کشتیگیر همزمان از تشک خارج شدن. چه کشتی چهار بر دو هست به نفع کشتیگیر دانمارک. ساروی و گرایی دو تا کشتیگیرای عزیزمون که اومدن خودشون رو آماده کنن. یه جورای تدارکاتی حساب میشه برای کشتیگیر جهانی سروستان که کمتر از دو ماه دیگه شروع خواهد شد. ساروی و گرایی چند ماهی بود که کشتی نگرفته بودن، فقط گرایی بود که تو خداحافظی اشتابلر شرکت کرد که اون هم مسابقه جدی نبود. البته همراه این دو عزیزمون سه تا بچه های دیگر بود که سام دیروز نقره گرفت، محمودی امروز کشتی داره، کشتی اولش رو برد و رضایی هم که از رقابت ها حذف شد. ببینیم این عزیزانمون چه میکنن. ساروی هم کشتیاش رو برنده شد تا به اینجای کار، دو تا کشتی زیبا گرفته ساروی. خب درخواست چالش کردن، اعتقاد دارن که یک امتیاز باید بدن به کشتیگیر دانمارک اولیور. ببینیم نظر هیئت جوری چی هست. فیلم متاسفانه مانیتور بزرگی نیست و اونجا فیلم داره بازبینی میشه. ببینیم بعد از بازبینی فیلم نظر هیئت جوری چی هست. تا به اینجای کار چهار بعد دو هست اگر با این چالش امتیازی جا به جا نشه. خب همچنان منتظر رأی هیئت جوری هستیم، ببینیم چه رأی رو در نظر میگن. چالنج رو برنده شدن، ببینیم احتمال یک امتیاز بدن به کشتی دانمارک. ببینیم هنوز روی تابلو امتیازی ثبت نشده. بچه کشتی چهار بر دو هست، بچه کشتی شش بر دو میشه. حالا دو امتیاز دیگه دادن به کشتیگیر دانمارک. گرایی باید بره برای اجرای فنون، چهار امتیاز عقب هست و کشتیگیر دانمارک حالا جون گرفت. البته برادران این گرایی با حوصله کشتی میگیرن، دقیقه میدن، ولی مطمئنن نتیجه رو میبرن در آخر کار. راسته هم دیگه کار میکنن، یه لحظه سرگردن رو حالا گرو میگیره، میشینه برای کمرگیری، خاک میکنه، ماشاءالله دو امتیاز میگیره. نجه کشتی چهار شش بر دو باید بشه، نباید کشتی رو رها میکرد. درسته کشتیگیره دانمارکی فرار کرد، ولی نباید کشتی رو رها میکرد.
خب برگردیم به کشتی. سرگردن حریف داره کار میکنه، دستی رو که تحت فشار گذاشتن کشتی دانمارکی رو. در ابتدای کار کشتی دانمارک 6 امتیاز گرفت، البته همون امتیاز ها هم رو بدلکاری گرفت، فن رو گرایی زد ولی خب بدلکاری کرد و امتیاز گرفت. حالا یه لحظه پیچ پیچ خودش رو پل نگه داشت، ببین میتونه ضربش کنه یا نه. دوتا دادن، داور درخواست 4 امتیاز میکنه ولی خب رئیس توشک اصلا حواسش نبود، داشت یه چیزی مینوشت، نمیدونم. دوتا تایید شد، نتیجه کشتی حالا 6-6 میشه ولی خب کشتی دانمارک هست که برنده میدان هست، 4 تایی داره. خب رو سرگرده هم دیگه کار میکنن، دستی رکت. حالا کشتی آروم شده، ولی تبار میگه که اصلا عجله نکن و واقعا هم همینه، نیازی نداره. اومده که چند تا کشتی تدارکاتی بگیره برای سربستان ایشالله، با امید خدا سربستان طلا بگیره. دلاور شیرازی ما 3 دوره برنز جهان رو داره، امیدواریم که این بار برنزش رو به طلا تبدیل کنه در غیاب ولاسوف روس. حریف اصلی گرایی میشه گفت، البته حریف های دیگه هم قدر هستن ولی خب حریف گرایی بیشتر ولاسوف روس هست که به دلیل حمله نظامی به اوکراین غایب هستن از مسابقات جهانی. خب 30 ثانیه وقت استراحت و توصیه های لازمی که عادل والی تبار مربی زحمت کشور رو از آمول به شاگردش میده. ببینیم چه میکنه این کاکو شیرازی ما در ادامه کار. تا به اینجا کار 6-6 نتیجه مساوی هست و کشتی دانمارک هست که برنده میدان هست چون 4 تایی داره. بریم برای ادامه کشتی. 30 ثانیه وقت استراحت به پایان میرسه. دو کشتی که بروی توشک برمیگردن. گرایی به دلیل مسئولیت کشتی قهرمانی آسیا رو از دست داد و کشتی چند ماهی بود که کشتی نگرفته بود، بس حد فشار میذاره و کشتی دانمارک داره فرار میکنه. میتونم اختار پوهم بهش بدم. یک امتیاز دیگه میگیره، چه کشتی 7-6 میشه به سود گرایی. تو المپیک هم شرکت کرده، کشتی خوبی گره ولی خب نتونست به روی سکو برسه. نفر پنجم المپیک شد محمد علی گرایی، طلای بازی های آسیایی رو داره در جاکارتا 2018، نقره قهرمانی آسیا 2018 در بیشکک، طلای کشور اسلامی رو گرفت در سال 2017 در باکو. پر تجربه هست و عنواندار دلاور کشور بود. مسیره که سرگردن حریف کار میکنه، میتونن اختار بدن به کشتیگیره دو بنده آبی. رو به جلو از کشتیگیره ما بلو پاسیف دارن به کشتیگیره ما اختار میدن. واقعا کشتیگیره ما هست که داره دستش کار میکنه. یه لحظه رفت برای کمرگیری گرایی، یه دستو میکشه، حالا تحت فشار گذاشته، واقعا میتونن اختار بدن. حالا حتی شه خواهش میشه یک امتیاز دیگه هم بگیره. بچه کشتی 8-6 میشه. 1:45 تا پایان کشتی زمان داریم. بلو پاسیف ببینیم چه میکنه در ادامه کار. باید اختار رو بدن به کشتی گیره دو بنده آبی. دستای کشتیگیر ما بهتر داره کار میکنه. به این دستوی کشید گرایی. باید دستاش بهتر کار کنه. اینجوری که داور نشون میداد اختار رو میذاره رو کشتیگیر ما. تو شرایطی که داشت بهتر کار میکرد اختار میخواست بده. الان که دیگه واویلا. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. رو به جلو از کشتیگیر ما. بلو پاسیف. یه لحظه حالا پیش میندازه و خواهیک میکنه بیرون تو شهید. دو امتیاز دیگه میگیره حالا. دو امتیاز دیگه میگیره حالا محمد علی گرایی. جوری خسته نشون میده، نمیدونم یا داره نفس میگیره. نچه کشی 10-6 میشه حالا به سود کاکو شیرازی ما. عزیزانی که دسترسی به یوتیوب ندارین در اینستاگرام میتونین آخرین اخبار کشتی رو و همینجور کشتی های عزیزانمون رو پیگیری کنید. حسین نظری ام ام ای.
بریم ادامه کشتی. دسته هم دیگه کار میکنن. به دسته حالا کشید. خسته نشون میده کشتی دانمارک. اولیور. 30 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم. یه لحظه. اومد یه کلانداز نشون بده ولی خودش خاک شد. ولی چون مجری فن هست امتیاز در نظر نمیگیرم برای کشتی دانمارک. زیر 30 ثانیه رسیدیم. دیگه اختاری هم به دو کشتی نخواهند داد. نچه کشتی 10-6 و 20 ثانیه زمان داره تا کشتی اولش رو با پیروزی سپری کنه محمد علی گرایی. آروم داره کشتی میگیره، انرژیش رو داره ذخیره میکنه برای کشتی‌های بعد. کشتی سنگینی در پیش داره. 7 ثانیه فقط زمان داریم. 3 ثانیه، 2 ثانیه و تمام. تمام. کشتی رو اداره کرد و برنده میدان شد. گرایی هم خسته شد. خب تبریک میگیم و خسته نباشید به گرایی عزیز، خانوادهش و همینطور مربی زحمتکش و عزیزمون مالی تبار و همه شما عزیزان و کشتی دوستان که ما رو پیگیری میکنید و با لایک و کامنتاتون به ما انرژی میدید. دوستان تا کشتی های بعدی عزیزانمون یا هم